खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानिया। हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। آبده بلند شو. باز چی شده آبجی؟ یه روز تعطیلی بذار بخوابم. فقط روز تعطیلی نیست، تو هر روز همینو میگی. وقتی تا نصف شب بیدار بمونی معلومه صبح زود نمیتونی پاشی. همیشه نماز صبحت قضا میشه. پاشو وگرنه آب میریزم رو تا اونمو به سرد. پا نمیشی؟ باشه، حالا ببین از فردا با چی کار میکنم. زنبل مشکل ما نسل جدیده همینه، فقط جلوی پامونو میبینیم و از دیدن اطرافمون غافلیم. لطفا بشین. صدمه ای که ندیدی؟ نه ممنونم پسرم، به نظر میرسه از خانواده خوبی هستی. به هر حال تو به خوبی تربیت خانوادگی تو نشون دادی نسلتون خیلی بد نیست. اما یه لحظه عذرخواهی کن. عذرخواهی؟ مگه اون باباته؟ جای پدرمه. بهت گفتم عذرخواهی کن. قبول، معذرت میخوام. دفعه بعدی حواست باشه. من شما رو میرسونم. خیلی که صدمه ندیدی. نه
میخرین؟ عمو میخرین؟ بخرین لطفا. عمو به نظر میرسه خیلی خوشحالین. ممنونم. آقا ابرار، من مادر دخترم، رو هوا که نمیتونم قصر بسازم. ببینین، خلوص نیت، محبت و صمیمیت دوستتون به جای خودش، اما تا زمانی که رسما خواستگاری مؤمنه نیومدن، من نمیتونم به حرفشون اعتماد کنم و منتظر بشینم. من اصلا شما زنها رو نمیتونم درک کنم. رو هوا نمیخواد قصر بسازه، ولی میخواد برای خودش رو شن خونه بسازه. بلکه برای ازدواج مؤمنه چه عجله‌ای داریم؟ چه عجله‌ایه؟ آقا من وقتی همسن مؤمنه بودم یه بچه تو بغلم داشتم. خب اگه شما علاقه ای نداشتین دانشگاه برین، مؤمنه بیچاره چه تقصیری داره؟ واقعا که شما همیشه عادت دارین همینجوری حرفامو مسخره کنین. اما من اصلا حوصله شوخی و مسخره بازی ندارم. آقا من مادر دخترم، باید چارچشمی حواسم به همه چی باشه. نمیدونم چجوری همه محل از رابطه مؤمنه و روحام خبردار شدن. حالا اگه کسایی باشن که بخوان بیان اینجا، پس دیگه نمیان. الو مؤمنه، حاضر باش، من 5 دقیقه دیگه میرسم. 5 دقیقه یعنی 5 دقیقه. فعلا باشه. این دفعه اگه عرفان اومد در این مورد حتما باهاش حرف بزن. نه نیازی نیست در موردش حرفی بزنیم، ما خانواده دختریم، اونا باید پیش قدم بشن. بلکه اینجوری احترام و ارزش مؤمنم بیشتر بشه. صبح بخیر بابا. صبح بخیر دخترم. دختر جون آروم بشین آب بخور. چه خبره؟ چه عجله‌ای داری؟ بابا من امروز کلاس فوق‌العاده دارم. همین جوریش هم دیرم شده، برای همین باید عجله کنم. ای بابا، مؤمنه؟ دخترم بشین صابونتو بخور، با معده خالی نمیشه بری. مامان خیلی دیرم شده. باشه یه دونه سیب برمیدارم، این دومیم برمیدارم. خداحافظ بابا. خداحافظ عزیزم. دیدین؟ شمام دیدین؟ این از عمد داره این کارشو میکنه که خودشو مریض کنه. تو این شلوغی چجوری میخواد بره آخه؟ شما برین دختره رو برسونین. ای بابا، هر روز یک شنبه ها روحان میاد و مؤمنه رو میرسونتش. تو چرا خودتو نگران میکنی؟ بشین صبحونتو بخور، بشین. ببخشید. تو این کوچه‌تون 5 ثانیه وایستادنم سخته. اون وقت تو نیم ساعت منو اینجا منتظر گذاشتی. تو میدونی من منتظر موندن برام سخته. اگه اینجا اومدن و منتظر موندن برات اینقدر سخته، پس دیگه نیا. تو به راحتی عادت داری. برای من زندگی تو سخت نکن. حالا که تا اینجا اومدم، قصدم ندارم دوباره برگردم. برای رفتن از این کوچه های تنگ و تاریک، من همراهی تو رو میخوام. همین. و اگه همراهت نیام چی؟ پس مجبور میشم تو رو به زور ببرم.
را بیفت. باش. تو چند روزی که رانندگی نکردی؟ آخه من یه حرفو چند بار باید بهت بگم؟ چرا تو گوشت نمیره؟ اگه نمیخوای کار کنی پس از اینجا برو. سلام خانم جان. مگه تو نباید الان همراه روحان باشی ها؟ ایشون نذاشتن همراهشون برم. من تحت امر ایشونم چی کار میکردم؟ این مزخرفاتو تمومش کن. یادت باشه تو فقط تحت امر منی. شیرفهم شد؟ اگه میخوای بمونی باید اینجوری کار کنی، وگرنه بهتره تو هم بری گم شی. خانم من هم کارم و بلدم، هم میدونم جایگاهم کجاست. شما با آقا صحبت کنین، وقتی اون منو نمیبره میگین چی کار کنم؟ از اینجا برو. گفتم همین الان از خونم برو بیرون. دوباره نمیخوام اون ریخته تو ببینم. مامان اینجا هیچ لباس مناسبی نیست که بتونم توی عروسی بپوشم. اینو ببین چقدر طرحهای بزرگی داره، تازه خیلی هم قدیمیه. یه چیزیو نمیدونم، این سلیقه تو ماه به ماه عوض میشه؟ این لباسو همین تازگی ها خریده بودی، یه ماه هم نشده. برای عروسی فائزه خریدی، مگه این سلیقه خودت نیست؟ حالا بگو ببینم این لباس کجاش قدیمی شده آخه؟ ای بابا مامان، اینو که از دست دوم فروشی خریدم. اگه این لباسو توی عروسی های محلی بپوشم خوب به نظر میرسه، اما تو عروسی عروج به هیچ وجه. من اصلا نمیخوام اونجا آبرون بره. شما عمو و خاله رو دیدین؟ اونا حتی تو خونشون روزی 10 بار لباس عوض میکنن. کسی که تواناییشو داره میپوشه. وقتی موقعیت اونا و خودمونو خیلی خوب میدونی، پس چه دلیلی داره که با هم مقایسمون کنی ها؟ آره، فرقمون از زمین تا آسمونه. راستی مامان، دوستی عمو عرفان و بابا رو اصلا نمیتونم درک کنم. اونا از بچگی دوستن. اینجوری تو فیلم‌ها هم نیست. اونا هم سلیقه‌شون عوض شده. کافیه دیگه. نیازی نیست تو هر چیزی فضولی کنی. ما هر چقدرم لباسای گرون قیمت بپوشیم بازم نمیتونیم بهشون برسیم. در ضمن همونقدر رویا پردازی کن که در شأن و توان خودته. پس این مشکل اوناییه که رویا پردازی میکنن و رفتنشون هم الزامیه. رفتن من خیلی هم مهم نیست. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. بابا چقدر حرف میزنی؟ اینا رو بردار از اینجا برو، نمیخوام مامان ببینه. بله چشم. صبر کن. بله. اینم ببر. بله ممنون. خدمتکارا رو باید تو جایگاه خودشون نگه داری، وگرنه رو سرت سوار میشن. فکر کنم امروز باز یکی رو دعوا کردی. در ضمن مامان، شما فقط ابهتتون برای خدمتکار است، چون روحام که به حرفتون گوش نمیده. حرفتون از یه گوشش داخل و از یه گوش دیگه‌ش هم خارج میشه. مگه نه؟ چقدر احمقی تو. دخترم باید یاد بگیری که زندگی رو با دیدگاه عقلانی ببینی. اصلاً دوست ندارم که بعد عروسی جلوی جبارم از این حرفو بزنی. هر کسی جایگاهی داره. پس بذار تو همون جایگاه خودش بمونه. فهمیدی؟ لطفاً مامان، این قوانینت هیچ اثری روی من نداره. ببینین جبار خیلی خوب میتونه موقعیتمونو حفظ کنه. مشکل شما باید با روحان باشه. روز و شب داره تو اون کوچه هایی میگرده که ماشینش به سختی از اونجا سالم بیرون میاد. مؤمنه، مؤمنه، ببینم مشکل تو چیه؟ تو چرا بعضی وقتا مثل غریبه ها رفتار میکنی؟
تو خونه چیزی شده عمو یا خاله چیزی گفتن؟ چند روزیه برای چای خوردنم نیومدی. شاید مسیر خونمونو فراموش کردی. دیگه چی؟ فقط موضوع همینه؟ روها میدونی موضوعات بزرگتر از اینم هست، ولی خدا رو شکر ما نمیدونیم، وگرنه با فکر کردن بهشون دیوونه میشدیم. من در مورد آیندم نمیخوام چیزی رو معلوم کنم. آینده من مقابلم وایستاده، خیلی زیبا، خیلی درخشان. گاهی اوقات چیزایی که جلوی رومونه پیشمون هستن، ولی مال ما نیستن. لطفاً از این حرفای فلسفی بهم نزن. اون چیزی که مال یکیه بهش میرسه. بریم، من بانو رو میرسونم. از انوشه خیلی خوشم اومد، مخصوصا تو مراسم حنای عروج دعوتش کردم. روحام، میخوام تو هم حتما ببینیش. دانشجوی رشته بین‌المللی، به نظرم میتونه با سبک زندگیت سازگار باشه. انوشه؟ دارین جدی میگین ماما؟ شما اون دختری رو برام انتخاب کردین که اصلا مثل دخترها نیست. دروغ میگم بابا؟ راستش دختر پیدا کردن کار خسته کننده ایه. من از انوشه خیلی خوشم میاد. دقیقا زن داداشم باید این خصوصیت رو داشته باشه، جذاب، استایلی و خوش صحبت. تو اونو ببین، حتما ازش خوشت میاد. شما دوتا چرا هوای ازدواج من به سرتون زده ها؟ منم دلم نمیخواست که خواهرم به این زودی ها ازدواج بکنه. همه چیز زمان خاص خودشو داره. من میخوام که به ازدواجت خیلی جدی فکر کنی. تا وقتی تو این ترمتو تموم کنی، ما هم میتونیم کارهای ازدواجتو انجام بدیم. مامان لطفاً، لطفاً، شما به خاطر ازدواج من با انوشه یا خانم صبحان حرف نمیزنین. اون سلیقه شماست، نه سلیقه من. من با همون دختری ازدواج میکنم که دوستش داشته باشم. باشه، آره حتما باید دوستش داشته باشی، اما طبق معیارای ما باشه. تو هنوز اونو ندیدی. من مطمئنم وقتی ببینیش تصمیمتو عوض میکنی. از این سالاد بخور. باش. بابا شما میدونی نظر من عوض نمیشه. زندگی من مگه لباس تنمه که با سلیقه یکی دیگه عوضش کنم؟ تو خیلی خوب میدونی که ما اصلا عادت نداریم چیزی رو اجبار کنیم. مامانت، اون هم جایگاهش و هم خانوادهش رو به خاطر رابطه صمیمیش با خانواده سوپان به خطر میندازه، هم به خودش ضرر میرسونه هم به تو. اینجوریه، این مشکل اونه بابا. میخواستم پزشکی بخونم ولی مجبورم که وارد تجارت بشم. باشه قبول، ولی نمیذارم احساسمو نبینه. مامانو تو همین امروز دوستی منو ابرا رو قبول نداشته. اگه میدونست که قرار دوستی تو مومنه تا این حد پیش بره، اون وقت چهار طرفو برات نگهبان میسشت. اون نگهبانا رو خودم هم میتونم ساکتشون کنم. به هر حال ازت یه خواهشی دارم. به مومنه هر قولی که دادی بهش عمل کن. من نمیخوام جلوی ابرار شرمنده بشم پسرم. Thank you.
بابا شما میدونین که بهترین بخش دوستی من و مؤمنه کجاست؟ اینکه بین من و اون هیچ قول و قراری نیست، اما بازم وقتی میبینمش بیشتر از همیشه کنارش احساس خوشحالی میکنم. بابا شما همیشه میگین برای یه زندگی زناشویی موفق دوست بودن زن و شوهر لازمه. برای همین من میخوام بهترین دوستم و تو خونه و زندگیم داشته باشم. لطفاً شما به مامان بگین که زندگی رو برام سخت نکنه. من واقعاً دوستش دارم. تو درست میگی پسرم. اون پیوندی که خوشحالت میکنه اون بیشتر از همه چی به قلبت نزدیکه. من این قولو نمیدم که طرز فکر مامانت رو عوض میکنم، چون واقعاً کار راحتی نیست. اما این قولو میدم تا جایی که توانشو دارم ازت حمایت کنم. ممنونم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جانم، مثلا شمارم و اشتباهی گرفتی؟ میدونی تو اون اشتباه زندگیمی که با تمام وجودم قبولش دارم. آخه تو این موقع شب باید از این حرفا بزنی؟ خدایا خیر. بازم یه چیزی سواله. این آدمایی هستن که مثلا حرفای بزرگونه میزنن و مثل شاعرها حرف میزنن، اینا یه تختشون کم نیست؟ باشه قبول، شما فکر کنی یه تخت کم دارم، اینجوری قبولم کن بانو. همه ی عمر بر دلتم با تموم خوبی ها و بدی ها. مردم از فرداشون خبر ندارن، بعضی هم هستن که از همه ی عمر حرف میزنن. گوش کن، وقتی خوشحالی دم خونت میاد باید با روی باز استقبال کنی، نباید اینجوری پسش بزنی. راستی وایسا تا برای صبونه بیام با هم صبونه بخوری. باشه، شب بخیر. بچون، ببین این همه زوج بچه همون چه زیبا به نظر میان، مگه نه؟ خیلی زیاد به هم دیگه میان. به نظر من کم کم باید نامزد بشن. میدونی، این دوران نامزدی خیلی دوران شیرینیه. آره، ولی اگه روحان برای نامزدی راضی بشه اون وقت، راستش اون الان نمیخواد ازدواج کنه. نمیفهمم منظورت چیه؟ یادمه به هم گفته بودی که هیچ وقت حرفتو زمین نمیندازه و با هیچ حرفتم مخالفتی نمیکنه. آره، ولی منیش این نیست که من به سلیقه و انتخابش احترام نذارم. سلام علیکم. شکفته، تو هم اینجایی؟
خیلی وقت از خونمون رفتی، دیگه صورتت یادمون رفته بود. چطوری؟ من خوبم. عروسی عروج خیلی خیلی مبارک باشه. اینم یه هدیه کوچیک از طرف خانواده ما. چه نیازی بود خودتو به زحمت بندازی؟ چه گفته؟ الکی خودتو به زحمت انداختی و پولتو به هدر دادی. تو خیلی خوب میدونی که عروج چیزای برند میپوشه. خاله، حالا ما تو خونتون زندگی نمی کنیم، برای همین خیلی چیزا رو نمی دونیم. و این هدیه از یه برند بین المللیه، هم برای عروس هم برای داماد. مطمئنم خوششون میاد. شگفته، این دخترت خیلی زبون درازه. دومی کجاست؟ دیده نمیشه. همینجاست، الان میاد. برای خودش یه پا فیلمه. دیدین مامان؟ به محض ورودش چه نمایشی رو انداخت. شما درست میگفتین، آدم های پایین شهری هیچ وقت عوض نمیشن. آروم باش، نگران نشو. صحنه آخر این نمایش دست منه. حالا تو اخم نکن، تو عکسات قشنگ نمیفتی. شما بهش بگین من عکسای قشنگ میخوام. دیگه زمان اون عکسای قدیمی و سنتی تموم شده. من بهترین عکاس شهر رو دعوت کردم، تو نگران نباش، عکسات قشنگ میفتن. نمیدونم این جبار کجا موده که تا الان دیر کرده. این انوشه کجاست؟ اون الان باید کنار روحام میبود. تا کی میخواین به این پایین شهری ها فرصت بدین؟ حیف که دست و بالم بسته است، وگرنه خودم دست به کار میشدم. ای بابا تو نگران نباش، من حواسم هست. میخوای کمک کنم؟ خودم هستم. چی شده؟ همه چی خوبه؟ آسیب که ندیدی؟ معلوم هست تو راه رفتن حواست کجا بوده؟ آره واقعا حواست کجاست؟ جلو تو ببین، آسیب که ندیدی ها؟ داداش روحام شما حرف نزنین، اینا همش تقصیر شماست. برای موضوع حواس پرتی هم میتونم 2 ساعت سخنرانی کنم. من خیلی ناراحتم، میرم خونه. شما لطفاً تا آخر مراسم باشین و بعد بیاین. ببین هیچ کس جایی نمیره، همه چی خوبه، دیگه نمیدونیم چه اتفاقی میافته. اولیش که با گل بارون شروع شد. خدا رو شکر که همه چی خوبه. دیگه وقتی راه میری حواست خوب به اطرافت باشه. من از کجا میدونستم اونجا شمع روشنه؟ مامان جون مشکل اینجاست، جایی که این دوتا باشن هم شمع هست هم گل.
حرف راستو باید از بچه شنید. روحان تو اینجا چی کار میکنی؟ همگی منتظر تو هستن. اون چه نمایشی بود که راه انداختی؟ شالش آتیش گرفته بود. خوبه، باید به خدمتکارم میگفتی کمکش کنن. زود باش برو. باشه میرم. ببخشید. چه گفته؟ دختره داره با آتیش بازی میکنه. بهش بفهمون. الان فقط لکه آتیش روی شالش افتاد، ولی اگه روی صورتش لکه ای بیفته اون وقت دیگه پاک نمیشه. متوجه حرفم میشی نه؟ مامان چی میگه؟ چرا خاله بتول اینجوری با همون حرف میزنه؟ به نظر من باید از اینجا بریم، موندنمون اینجا فایده نداره. میریم، بذار حنا بندون تموم بشه. در ضمن باید به داداش عرفانم مبارکی بدیم. مبارک باشه اوروج. یه لحظه بتول، این همون دختره نیست که شالش آتیش گرفته بود؟ به نظرم این خوب نیست. منظورم اینه که برای ما بدشگونی داره. اونم آدمی که شالش آتیش گرفته. میدونی چی میگم؟ که شال نشونه ی آبروه، مگه نه؟ و اگه روش لکه ای بیافته بدونین دیگه. منظورم اینه که اوروجو باید از این چیزا دور نگه داری. ممکنه براش بدشگون باشه. خاله، میدونین مشکل چیه؟ این دختر همه کاراش عمدی بود. عمدن میخواست شالش آتیش بگیره یا خودش آتیش بگیره. این فقط میخواست که مراسم من خراب بشه. ساکت شو اوروج. چه حرف احمقانه یه داری میزنی؟ تو اصلا حق نداری که با من و آبجی اینجوری حرف بزنی. خفه شو. اینو شنیده بودم که آبروی آدم دست خودش نیست، اما حالا شما دارین با دستای خودتون آبروتون رو میبرین. بسته دیگه اوروج، خیلی حرف میزنی. من از تو گواهی آبرو داشتنم رو نمیخوام. اگه حرمت اون کلمه رو نمیفهمی، همون بهتر که اصلا به زبونت نیاری. کجا داری میری؟ من نباید اینجا می اومدم. چرا؟ چی شده؟ بعد این همه آبرو ریزی نباید اینجا بمونم. چی؟ کی؟ مومنه، صبر کن ببینم. مامان، مامان چی شده؟ روحا ببین مامان چه شده. مامان؟ مامان چی شده؟ مامان لطفاً کم آب بیار. مامان چی شده؟ به هوش بیا. چی شد آخه؟ یه لحظه، مومنه برای چی رفت؟ هرچی خدا صلاح بدونه. تو نگران نباش. باشه، خدا حافظ. عرفان زنگ زده بود. بیچاره به خاطر مومنه خیلی ناراحت بود. این رویای قدیمیه که شما داداش عرفان دارید. زن داداش بتول هرگز بهش اجازه نمیده. اون چیزی که امروز تو مراسم بهمون گفت کاملا واضحه که میخواد بگه برای مؤمنه یه خواستگار پیدا کنم. همه چیز کاملا واضحه و همه چی رو فهمیدیم. اما شما هی دارین خواستگارای خوب رو رد میکنید. خب خانم، چطور به عرفان جواب رد بدم؟ خوشحالی اونم برام مهمه. این که میخوام چیزی بگم زود مخالفت میکنه. به خاطر دوستی با عرفان ما باید دخترمونو مورد اذیت و آزار قرار بدیم؟ این اصلا عادلانه نیست. ببین، زنداداش بتول تو دلش هیچی نیست. آره قبول دارم زبان تند و تیزی داره. دلو کی میبینه؟ مردم زبونو میبینن. خدای توبه، اونم اینجور زبونه نیشدار. خدایا خدایا شکفته.
چی شده؟ چیه؟ چی شده؟ بس به خودت استرس میدی. خب سرت گیج میره دیگه. بشین بشین بشین. هر چیزی که دلش خواست تو عروسی گفت. بعد اون من برای مؤمنه خیلی نگرانم. ولش کن، تو استراحت کن. ببینم تو قضام خوردی یا بعد شنیدن حرفای زندادش فقط قصه خوردی؟ آره خوردی بودم. شما نگران نباشین، من استراحت کنم حتما خوب میشم. خدایا آروم استراحت کن، استرس نداشته باش. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان، من خیلی گرسنم شده. هرچی آماده کردیم بیارین. دیشبم غذای درست و حسابی نخوردم. نمیدونم چم شده. از دیشب اصلا حال خوبی ندارم. خورشتو درست کردم ولی نا نداشتم برنجو درست کنم. شما صابونم خوردین یا از صبح فقط کار کردین؟ چای خورده بودم دخترم، دیگه اشتها نداشتم. چطور خوب باشه؟ حرفای خاله بتولو شنیده قصه خورده. خدای من. مامان چه شده مامان؟ حالت خوبه؟ بشین مامان. بشین بشین. چی شده مامان؟ سرتون گیج میره، چی شده؟ به من میگه مراقب خودم نیستم. حواستون به خودتون نیستین و بگیرین. نه دخترم، نمیخوام آب بخورم. من به بابا زنگ میزنم. آقا ابرار، شاید براتون خبر خوشی باشه، اما تو این سن بارداری براتون خیلی خطرناکه خانوم. هم احتمال مشکل برای مادر وجود داره، هم برای بچه. نظر من اینه که با یه متخصص زنان و زایمان برین مشورت کنین. بارداری؟ من؟ نه نه، شما ببینین حتما نتایج اشتباه شده. خانم دکتر، ببینم شما منظور حرفتون اینه که شکفته باردار شده؟ نادیده گرفتن من برای تو چقدر راحته، چون که میتونی تو نقطه ضعفمی. نمیتونم ازت ناراحت باشم و نمیتونم دوری کنم. برای همین به خاطر یه مسئله کوچیک این چند روزو برام زهره مار کردی. این مسئله کوچیکی نیست روحام. تو خودت خوب میدونی که اوروج و خاله بتول عمدن اون کارو کردن. دلیلش هم فقط تویی. من فقط اینو میدونم که باید برای حرفم ارزش قائل میشدی. تو فقط به فکر حرف خودتی. من خودمو تو خانواده ای تو بی ارزش دیدم. ولی تو اصلا برات مهم نیست. با وجود همه اینا اگه من هنوز خوشبین باشم پس کلن دیوونم نه؟ مؤمنه یه روز همه این کدورت ها از بین میره، به هم اعتماد کن. ولی من نمیدونم اون روز کی میاد.
خالی خالی آنکھیوں میں تو ہی بسا تھا منت مراد میری تو ہی دعا تھا رشتوں کے مان سارے جھوٹی کہانیاں ہوتی نا آسان رب یاد بھلانیاں دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.